روز یکشنبه بعد از ظهر در شهر لندن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی گروهی از ایرانیان مقیم این شهر در اعتراض به 40مین سالگرد انقلاب سال 57 جمع شدند. بسیاری از شرکت کنندگان در این تظاهرات را هواداران پادشاهی تشکیل می دادند. ایرانیانی که در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن گرد آمده بودند 22 بهمن را روز عزای ملی خواندند و به همین مناسبت 40 بادکنک سیاه را در هوا رها کردند. حرکت سمبولیک به عزای هر یک سال از 40 سال گذشته این جمهوری ننگین اسلامی 40 تا بادکنک سیاه به هوا بفرستیم و همچنین تعداد زیادی پرچم‌های سیاه هم اینجا هستش که می‌بینید. اینه که از دوستان عزیز خواهش می‌کنم بادکنک‌ها رو رها کنید و ببینیم چطور. برخی از شرکت کنندگان نیز در کنار پرچم سرنگ شیر و خورشید پرچم‌های کوچک سیاهی را به عنوان نماد عزای ملی در دست داشتند. در کنار پرچم‌های سرنگ چند پرچم آمریکا و یک پرچم لهستان نیز دیده می‌شد. لهستان در روزهای آینده میزبان کنفرانسی در رابطه با ایران و خاورمیانه خواهد بود. زنان بسیاری در این تظاهرات حضور داشتند که خانم پرستو مهینی یکی از آنهاست. 40 سال گذشت. این 40 سال از نظر شما چه به یادگار میذاره برای کشور ما؟ من فقط میتونم بگم این 40 سال 40 سال سیاهی، ننگ و سرشکستگی برای ایرانیا بود. 40 سال برای نسل من، نسل سوخته، من خودم و هم نسلانم رو نسل سوخته مینامم، برای اینکه ما یک روز خوش تو زندگی ندیدیم. خود من بعد از انقلاب به مدرسه رفتم و در واقع تو این رژیم بزرگ شدم، پرورش پیدا کردم، اما تمام خاطرات من از گذشته حالت خاطرات محو و سیاهیه. فقط فشار و زجر بوده. به عنوان یک زن هرگز ما حق انتخاب پوشش و انتخاب لباس نداشتیم، انتخاب همسر حق نداشتیم، حق داشتن آرایش که اولین حقوق یک بشر هستش ما نداشتیم. هیچ حقی اصلا به عنوان یک انسان، حق کار کردن، حق هیچی، مگر اینکه با اجازه سرپرست، مگر اینکه اجازه همسر باشه، برادر بزرگ، پدر، شوهر. و به عنوان یک زن ما هرگز هیچ حقی تو ایران نداشتیم. فقط 40 سال سیاهی، 40 سال بدبختی بر ما گذشت و امیدوارم که هر چه سریعتر این رژیم عوض بشه و ما بتونیم به آزادی دست پیدا بکنیم و بتونیم برای نسل‌های آیندهمون بتونیم ایران خوبی رو پایه‌ریزی بکنیم تا اونها آینده ساز مملکتمون باشن. فقط به این امید. جمهوری اسلامی اصلاح شدن نداره. جمهوری اسلامی اصلاح شدن نداره. این قانون اساسی راه به جایی نداره. این قانون اساسی راه به جایی نداره. دولت به ترس که ملت آگاه و بیداره. اگرچه اکثریت شرکت کنندگان را هواداران نظام پادشاهی تشکیل می‌دادند، ولی گروهی از جوانان کرد و برخی از فعالان جمهوری‌خواه نیز به این تظاهرات پیوسته بودند. در خاتمه این تظاهرات با نامدار بقایی یزدی که در خلال آن
سخنرانی کوتاهی نیز کرده بود، گفتگویی انجام دادیم. خب ببینید، ما به روال همیشگی سالیانمون اینجا در جلوی سفارت جمهوری اسلامی جمع میشیم، گروه های مختلف. امروز خوشحالم که دیدم نه تنها طرفداران نظام پادشاهی، بلکه دوستان کردمون، جوانهای کرد هم اومده بودن، دوستان جمهوری خواه هم حتی دیدم اومده بودن، و به هر حال تجمع نسبتاً خوب و بزرگی بود که صدامون رو برسونیم به گوش جهانیان. واقعا 40 سال همونطور که میگید خیلی زمان بلندی هستش، و شعارهامون رو آورده بودیم امروز که اینجا به گوش همه برسونیم. 40 سال سیاهی، 40 سال تباهی، 40 سال جنایت، فساد، دزدی، ماتم و اندوه، استبداد و خودکامگی. اینها ارمغانهایی بوده که جمهوری اسلامی این 40 سال برای ما آورده، و واقعا دیگه زمانشه که به پایان برسه و این موضوع عوض بشه. فکر میکنم مردم ایران به خصوص در داخل ایران بیش از هر جای دیگه کشیدن از دست این رژیم، و به اندازه کافی به قول معروف جونشون به لبشون رسیده، که امیدواریم این 40th سال آخرین سالی باشه که دیگه اینجا تجمع میکنیم و تغییرات بزرگ و عمده‌ای ببینیم در ایران عزیزم.